یکی از نگران کننده ترین چیزهایی که برای کسانی که دوست دارن مرکبات رو در مناطق سردسی و در گلدون ها نگهداری کنن جابجاییشه. فصلی که به وجود میاد برای سرما و گرما و زمانی که این درخچه در گلدون دیگه به حدی بزرگ شده که هم جابجاییش یه مقدار مشکل میشه و سنش هم به جای رسیده که دیگه به میوه رسیده و اینجا دیگه باید مراقبتی رو که ما شروع میکنیم مثلا به این درخچه یا این گیاهی که داخل خونه هستش یادمون باشه که بسیار حساس و شکننده میشه گیاه وقتی که به این شکل ما ازش نگهداری میکنیم، چون در طبیعت وقتی که گیاه هستش زندگی طبیعی خودش رو طوری ادامه میده که با گردش هوا، با گردش زمان، با گردش ابرها، با شرایط زیستی خودش رو لحظه به لحظه چون چنج میشه هوا با اون تطبیق میده. ولی ما وقتی که به یک باره از توی یک فضای باز بوته رو یا گیاه رو میاریم به یک فضای بسته، اون بوته و گیاه دچار یک استرس شدیدی میشه و کاملا هم طبیعیه. به طور مثال این درخچه یا این درخت پرتقال رو اگر ببینیم، با اینکه تعدادی میوه روش هستش ولی میوه های بسیارش ریخت، ولی اگه نگاه بکنیم ببینیم اینجا الان مثلا این میوه هایی که اینجا هستن، این میوه ها اینجا الان هستن ولی برگ ها ریخته، یا اون قسمت اگه نگاه بکنیم میوه ها اینجا موجود هستش ببینید ولی برگ ها ریخته و درخت از اون حالت عادیش خارجه. اگه پای گلدون رو نگاه بکنید ببینید پر از برگ های ریخته شده است و حتی بارها زیر اینو ما جمع کردیم میوه هایی که ریخته شده بوده، میوه های در واقع خیلی نازک و ظریفی بودن، مثل این مثلا اگه نگاه کنیم ببینید این میوه دیگه الان دیگه به درد نمیخوره چون از همین الان داره زرد میشه. اینا رو خودمون باید بکنیم اگر میبینیم به همچون وضعیتی شده، یا مثلا اگه برگ هایی رو میبینیم به این شکل افتاده این برگ ها رو حتما قیچی کنیم، نذاریم به حالت این شکلی باقی بمونه. چرا؟ به این دلیل که وقتی که به این حالت باقی میمونه، اولا که این گیاه کلی انرژی باید صرف بکنه که تا بتونه این برگ رو نگه داره در خودش. ما حتی میتونیم برگ رو نصفه هم قیچی بکنیم، نگرانی نداره، اصلا نگران این کارا نباشه. وقتی میبینید سر برگ زرد شده به این حالت اینا رو قیچی بکنید که بتونه این گیاه خودش رو دوباره بازسازی یا به اصطلاح استابلیش بکنه، بتونه خودش رو ترمیم بکنه، ریکاوری بکنه. ما باید به این در یک چنین شرایطی که گیاه قرار میگیره اولا که هیچ نگران نباشین، کاملا طبیعیه، گفتم دچار استرس میشه و اون استرس باعث میشه که این درخت برگاش رو بریزه. برای اینکه با این شرایط جدیدی که براش به وجود اومده خودش رو وقت بده، به این حالت شروع میکنه به ریزش برگ ها. ولی دوباره اگر جابجا نکنید، هرگز جابجا نکنید، یک جای ثابت نگه دارید مثل اینجا پشت یک پنجره که نور کامل بگیره، هوا زیاد متراکم نباشه، نزدیک بخاری نباشه، دمای هوا رو زیاد بالا نبرید، یک دمای معتدل بین مثلا از ذره فارنهایت بخوایم بگیم بین 55 تا 75 داشته باشیم یا اصطلاحا بین 24 تا 28 تا 30 درجه داشته باشیم یه فضای. ولی خب ببینید با این شرایط شروع کرده مجددا گل زدن. ببینید این شاخه‌ها رو اگه نگاه کنی تمام از نو با تمامی که برگ‌ها رو ریخته، چون استعداد رشد رو داره، شاخ و برگ ها مهم نیست، ریشه مهمه. در هر گیاهی، در هر درختی ریشه حرف اول میزنه. اگه ریشه سالم باشه شاخه رو بازسازی میکنه. اگه نگاه کنید اینجا ببینید اینجا تازه شروع کرده به گل زدن و از نو میخواد خودش رو بازسازی بکنه. اگر من اینو جابجا بکنم الان ببرمش این طرف اون طرف، ممکنه مجددا به استرس بعدی مبتلا بشه و شروع کنه این بار دیگه به خشک شدن. یادمون باشه
قبل از اینکه بخوایم درخچه‌مون از بیرون داخل محوطه بسته بیاریم، حالا گلخونه یا خونه فرق نمی‌کنه، جاش رو اول مطمئن باشیم که وقتی آوردیم دیگه باید اونجا ثابت. الان ببینید این یه دونه، اینا رو می‌بینید، دست که بزنید اینا حساس شدن، یه می‌ریزن. اونایی که به حالت می‌بینید زردی در اومده، خودتون اونا رو بکنید ازشون، نه اینکه به زور، یعنی دست بزنید خودش می‌ریزه. احتیاج به اینکه شما بخواید به زور بکنید نیستش. ببینید اینها رو الان می‌بینید با یه اشاره خودش میفته پایین. اصلا این مسئله کاملا طبیعیه، در تمام گیاه ها طبیعیه. این یکی ببینید، الان این لیمو بود، این پرتقاله. گل ها به حالت سوخته در اومده به دلیلی که فقط به فقط جا به جایی به وجود اومده. این جا به جایی بین اون هوایی که بیرون بوده، اینجا یک هوای ثابت و راکتیه. وقتی هوا ثابت و راکت باشه، طبیعی درخت احساس خفگی میکنه، این خود انسان، هیچ فرقی نمیکنه. پس برای اینکه درخت احساس خفگی نکنه، یک جایی قرار بدیم که جریان هوا رو با باز بسته شدن در کنترلش بکنیم، اداره بکنیم. اگه صدای فن رو بشنوید، الان اون طرف فن روشن هست، یا حتما ببینید یه پنکه، یه فنی روشن نگه دارید، نه رو در روی اینا، با فاصله، جایی که کاملا فاصله داشته باشه. ببین الان اینجا ببینید، در این حالی که گل زده، این قسمت میوه اینجا الان، ولی نباید بزور بکن. ببین وقتی که دست بزنی اینجوری کنده نشه، ولش کن به حال خودش. تا زمانی که با یه اشاره انگشت میوه نیافتاده، بزور نکنید. وقتی بکنید زخمش میکنید. پس اولا که تمام این برگ‌ها رو از کف گلدون جمع‌آوری بکنید، مرتب منظم. گلدون‌ها رو سعی بکنید حتما در یک ارتفاع قرار بدید، روی سطح زمین قرارش ندید. به این دلیل که از زمین میتونه، اگر آپارتمان باشه، کل کف زمین ممکنه گرم باشه، گرمای طبقه پایین رو بکشه خودش، یا اگه زمین باشه سرما رو بکشه. بذارید در یک ارتفاع قرار بگیره که بتونه خاک رو در یک دمای ثابت نگه داره. دمای خاک بسیار مهمه، بسیار حساسه. وقتی که دما ثابت موند، اون وقت این گیاه خودش رو ریکاوری خواهد کرد. الان اگه نگاه بکنید اینجا رو ببینید، این شروع کرده اینجا به این حالت، میبینید به ریختن. اینا کاملا طبیعیه. وقتی که ریخت، همه برگ‌هاشون به این حالت، هر از گاهی یه دست کوچولو بزنید به اینا، ببینید اینجوری شیکش بکنید به آرامی. هرچی برگ و کاسبرگ سوخته هستش، بذارید خودش بریزه. و چون خاک قویه، ریشه قویه، مجدداً این شروع میکنه به گل دادن و به میوه دادن. هیچ نگرانی نداره. الان ببینید اینجا، الان نگاه بکنید به میوه هاش، الان روش هست. ببینید مجدد این همانند اون بغل دستیش رشد میکنه و گل میده، به شرطی که ما جابجاش نکنیم، به شرطی که آبیاری زیاد نکنیم. ببینید برای اینکه جایی که زندگی میکنید، از من مرتب میپرسین چند وقت به چند وقت آبیاری کنیم. بهترین راه آبیاری کردن، اینا رو باید تمیز کنیم البته، بهترین راه آبیاری کردن خاک اینه. ببینید خاک رو اینجوری پس بزنید، با دست لمس کنید. اگه احساس کردی که خاک رطوبت داره، احتیاجی به آبیاری نداره. ممکنه رطوبت تا 15 روز تا 20 روز اینجا باقی بمونه، ولی ممکنه جایی باشیم ما که این رطوبت ظرف 2 روز خشک بشه. پس بنابراین ما با شرایط خونه‌ای که داریم زندگی میکنیم، با شرایط محیطی که داریم زندگی میکنیم، خاک رو کاملا ببینید، این یکی رو ببینید به این حالت، یه مقدار خاک رو پس بزنید خیلی آرام. این خاک الان رطوبت داره. خب اصولا مرکبات دوست دارن خاک مرطوب داشته باشن. هرگز نذاریم سطح خاک خشک بشه، فقط به رطوبتش دست بزنیم. اگر رطوبت کافی داشت کارش نداریم، ولی اگر رطوبت کافی نداشت، بهش آبیاری رو حتما ادامه میدیم، انجام میدیم. و یادمون هم باشه که زیر گلدونیامون همیشه باید خشک باشه. هیچ وقت اجازه ندین توی زیر گلدونیاتون آب جمع بشه. اگرم میخواهید که رطوبت بهشون برسه، با یک دستگاه بخور توی فضا روشن بکنید تا برگ‌ها رطوبت کافی رو بگیره. دوستتون دارم. با امید گفتار بعدی، خدا نگهدار.